لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما هست. لیلا، 8 ماه بعد از آغاز واکسیناسیون این اولین دستورالعملی هست در واقع از وزارت بهداشت در مورد واکسیناسیون منتشر میشه، درسته؟ آره، به نظر همین میرسه. یعنی من یادم نمیاد به جز اون اوایل که در واقع اون سند ملی واکسیناسیون رو تحریزی کرده بودن، یه مقدار هم به در واقع مسائل لوجستیکی و اجرای واکسیناسیون در ایران اشاره شده بوده که بعد خیلی به هم ریخته شد و دیدیم که چه خطاهایی انجام شد، به ویژه اینکه بعضی وقتا دیدیم که اصلا دوز دوم یک واکسن مثلا اسپوتنیک برداشتن به جای دوز اول زده بودن، یا برای خبرنگارا واکسن اشتباهی زده بودن. بعد ما دیدیم که واکسن های تقلبی اومد بیرون به خاطر اینکه ویال هاشون جمع آوری شده بود توی یکی از این بیمارستان ها. به هر حال آدم های سوچی اونجا بودن و رفته بودن آمپول های دیگه توش پر کردن. یعنی خطاهایی انجام شد و ما بعد از این مدت، یعنی بعد از 8 ماه، تازه دارن در واقع یه دستور عمل در واقع فنی و لوجستیکی و آموزشی رو دارن ارائه میدن. در واقع این آقای گویا که مدیر در واقع بیماری های مبارزه با بیماری واگیردار هست، ایشون نامه رو ابلاغ کرده به تمام مرکز واکسیناسیون و خانه های بهداشت و چند تا نکته داره که خودم گفتم 15 تا بند داره و نکاتی هستش که باید خیلی خیلی قبل‌تر از اینا بهش پرداخته میشد، که البته تو تصویرم داریم میبینیم. یک موضوعی که، یعنی اولین موضوعی که هست این هستش که کسانی که واکسن تزریق میکنن و یعنی واکسیناتورها حتما باید اینو آموزش دیده باشن و واکسن بزنن، و افراد دیگری که حالا ما میدونیم داوطلبانی هم اومدن و دارن توی در مرکز واکسیناسیون کار میکنن، اونا در جاهای دیگری در واقع ازشون کمک گرفته بشه. بعد گفته شده که حتما کسانی که بهورزا و کسانی که در واقع واکسن تزریق میکنه به اون آموزش داده بشه که چجوری واکسن ها در یک محیط مناسب نگهداری بشه. همچنین گفته شده که حتما ژنراتورهای برق اونجا چک بشه تو مرکز واکسیناسیون و خانه های بهداشت که وقتی برق میره در واقع و یخچال ها از کار میفته، حتما ژنراتورها بتونه کار بکنه که واکسن ها از بین نره. همچنین در مورد یخچال های مخصوصی که برای نگهداری واکسن هست، کسی اجازه داره که اون واکسن رو در واقع اون یخچال رو باز کنه و واکسن ها در بیاره؟ حتما از قبل تعیین شده باشه، یعنی اجازه دسترسی به هر کسی داده نمیشه از نظر امنیتی. بعد گفته شده که حتما اون پوکه های واکسن ویال ها جمع آوری بشه و در آخر شب به اون شخصی که در واقع مأمور حراست هست واگذار بشه که این جمع آوری بکنه که به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برگرده. و نکات دیگر این هست که حتما اون ویال ها و اون سبد واکسن های مختلف جابجا نشه و حتما مشخص باشه چه واکسنی و چگونه، و این که اون فرد که میاد و دوز دوم واکسن رو انجام میده حتما پرسیده بشه که دوز اول چه واکسنی زده. ولی در حالی که ما میدونیم که بسیار شهروندان به ما گفته بودن که رفتن واکسن زدن، بهشون یعنی واکسن رو نشون نداده بودن، یعنی در پشت پرده ای بوده یا اون واکسیناتور در واقع تزریق رو اونجا یعنی کشیده و اومده اینجا تزریق کرده و خیلی نمیدونن. و اینکه در مورد واکسیناسیون کودکان هم دقت بشه و واکسن در واقع بزرگسالان به کودکان تزریق نشه. البته ما نمیدونیم الان واکسن کودکان چه هست و همون سینوفارم هستش که برای بزرگسالان هست. ممنونم از اینکه جزئیات این آیین‌نامه رو با ما مرور کردی اینجا در استودیو، همکارم لیلا سعادتی.